درود فراوان خدمت دوستان عزیز. با اخبار و اطلاعات بازارهای مالی در روزهای پنجشنبه و جمعه 22 و 23 آبان ماه در خدمتتون هستم. ابتدا بریم چند خبر مهم از بورس رو با هم دیگه ببینیم. عرضم خدمتتون که آقای جهانگیری معاون اول گفتن که مصوبه ای اومده شامل این که تمام سود سهام و حق تقدم و سهم جایزه و هر چیزی که از این سهم از این صندوقای ETF وجود داره اینا بایستی به خود افرادی که اینا را پذیر نویسی کردن منتقل بشه و خب تقریبا این چیز بدیهی هم هستش. حالا اینجا دیگه در حال مصوبش را اعلام کردن، دیگه نگران نباشین اگه که فرضاً این پالایشیایی که خریدید افزایش سرمایه گرفتن و داخل پالایشی کم هستن، اون افزایش سرمایه اونجا هم بهشون تعلق میگیره. منظورش اینه 58% تولید محصولات ایران خودرو افزایش داشته و خب نسبت به پارسال 305,000 دستگاه خودروی سواری وانت تولید کرده که سال گذشته 111,000 بوده و خب افزایش خوبی داشته. امیدوار هستیم که سودش بتونه برای سهامدارا مفید واقع بشه. در حال اینها اگه سود باشه و ضرر نباشه، چون میگن که اینا ضرراوره، اگه ضررده باشه که خب بدتر میشه، هرچی تولید بیشتر باشه یعنی ضرر هم بیشتر. واقعتش ما خودمون هم سر در نیاوردیم از کار این خودروسازا که اینا کی سود میکنن کی ضرر میکنن. خب اتفاقی که دوستان داشتیم هفته گذشته کاهش بی سابقه قیمت طلا در بازار بود که این تأثیر گذاشته بر صندوق‌های مبتنی بر سکه و طلا و هفته گذشته 13.7% میانگین این صندوق‌ها کم شد و خب این اتفاق بیشتر مربوط میشه به بحث قیمت اونس جهانی طلا که خب اومد پایین. البته دلار تقریبا هفته گذشته کم اومد بالا، ولی مجموع براینده اینها منفی بود به خاطر اینکه اینها از قبل یک مقدار حباب هم داشتند، یعنی حباب قبلی صندوق‌های طلا رو هم باید در نظر بگیرید. در البته وقتی که نمودار شاخص اونس جهانی طلا رو نگاه می‌کنیم دوستان، درسته که این شاخص اینجای این گپی که بهتون میگم اینجا بود، اتفاقی که افتاد به خاطر بحث اعلام خبر واکسن کرونا بود که اونس جهانی طلا از 1963 دلار اومد تا حتی ببینید اینجا هم رسید 1848 دلار هم رسیده در یک لحظه. البته دیگه تثبیت کفش 1861 دلار بود، ولی خب چیز جالبی که هستش ببینید الان اونس جهانی شروع کرده به بالا اومدن و به نظر من جاد داره که حالا سعودی باشه، چون ببینید هر بار یه همچه اتفاقی افتاده مثلا اینجا هم یه سقوط به همین صورت داشتیم. ببینیم 5-6 تا کند چقدر اومده بالا، یعنی تقریبا بیش از 60-70% اون رو اومده بالا، یعنی الان جا داره که اونس تا اینجا بیاد بالا و اینجا به خادی اصلاح بخوره. اگر به کندل های قبلی نگاه بکنید این هم همینجوره، یعنی وقتی که اینجا اومده پایین دوره همین تا 60-70% رو اومده بالا و بعدن اصلاح خورده. نمونه های قبلی رو هم که میبینیم دقیقا همینه. اینجا نگاه کنید وقتی اومده پایین 60-70% اومده بالا و دوباره رفته جلو. اینا برای کسی که فارکس کار میکنن دارم میگم، اگر که اونس طلا دارید کار میکنید در حال میتونید که اینا داشته باشید. البته خیلی دوستان توجه بکنن که چون نوسانات در همین هم که سعودی هستش خیلی باید دقت بکنن تو باز کردن معاملاتشون که یک وقت ضرر نکنن و خب قطعا تا آموزش ها رو کامل ندیدن اقدام به یه همچین کاری هم نکنند دوستان. خب بقیه صندوق ها رو هم نگاه میکنیم اینجا که آوا منفی 6.8%، ارزش 0.7%، افق ملت 0، الماس مثبت 0.7%، آتیمیس 2.4% مثبت،
آسام و آساس هم حدود 2% منفی، بذرم 1.4%، زر و گوهر و عیار و طلا هم که همشون منفی، البته 5.5 1.1. آها پس اینجا جمعشون رو گفته بود 13% منفی. به طور میانگین بر سکه طلا به طور میانگین کاهش 13%ی برای سرمایه گذار، چون میانگینش این نیست الان چیزی که من نگاه میکنم، میانگینش تقریبا جمعشون این میشه. و کاردان 0.8 منفی، اطلس نگاه میکنیم دیگه همه اینا فیروزه زیاد بوده 7%، دارایی کم هم که این هفته 10% منفی خورده. و اینم از وضعیت صندوق ها. صندوق ها همشون پس برایند کلشون این هفته منفی بوده و بیشترینشون هم دارایی کم بوده با 10% منفی. ایران ترانس فو هم مجوز افزایش سرمایش را دریافت کرده و عرضم هم خدمتتون که حالا بایستی که مراحل قانون بقیه مراحل قانونیش هم طی بشه و سهامدارای فامیلی هم بدونن که افزایش سرمایه 97% تونسته مجوز خودش را بگیره از سازمان بورس. حالا باید مجمع گذاشته بشه هم برای ایران ترانس فو هم فامیلی که برن برای افزایش سرمایه. جدال عرضه و تقاضا در قاب بورس. خب عرض هم خدمتون که اینجا نوشته که 3 قاب از آینده بورس. ببینید چقدر این آینده الان در ابهام فرو رفته که 3 قاب رو برش داره به نوعی رقم میزنه. البته خب حالا اون چیزی که اینجا بهش اشاره شده، پرهیز از آزمون و خطاهای بی نتیجه، یعنی همون اتفاقی که میشه گفتش همیشه ما گفتیم، پرهیز از آزمون و خطاهای بی نتیجه هستش که متاسفانه در بورس هم رواج داره که میشه بی تدبیری مسئولان و مدیریت افرادی که پشت درهای بسته تصمیماتی برای بازار سهام گرفتن اتفاق عجیبی را رقم زد، به طوری که بزرگترین فرصت تاریخی اقتصاد کشور نه تنها از دست رفت بلکه به تهدید و چالش بزرگ اقتصادی برای دولت مردان تبدیل شد. واقعا راست میگه، این فرصت خیلی خوبی بود که دولت تدبیر اینا رو از دست داد با تدبیری که در پیش گرفت و خواست حد اکثر استفاده، یعنی سوء استفاده رو ببره از این قضیه و با آوردن چه میدونم صندوق‌های دارایی کم و دارا دوم و اینا بیشتر به فکر جیب خودش بود تا از اون فرصت سهام استفاده کنه. بورس خوب داشت جلو میرفت. من نمیدونم واقعا این چه کاری بود که انجام دادن و اصلا چرا اینا اومدن تو بازار همه چیز رو به هم ریختن. خب در هر حال اینجا باز انتقادی هستش که آخر کارم میگفته متاسفانه دولت، مجلس و سازمان بورس با اظهارات غیر کارشناسی وضعیت فعلی را به چالش کشیدن میکشند. در این شرایط حساس متولی بازار با پرهیز از هر گونه تصمیمات غیر کارشناسی و آزمون خطاهای بی پی در پی و بی نتیجه شاید بتواند اعتماد رفته را بازگرداند، که متاسفانه در 2-3 خبر بعدی میبینیم که اصلا همچی چیزی نیست و حالا میبینیم که چه خوابی دوباره دیدند. خب خبر بعدی نوشته که به خبری از دنیای اقتصاد میپردازه که محصولات پتروشیمی در بورس کالا وضعیت خوبی نداشتن این هفته و یکی از دلایل مهمش هم این بوده که قیمت دلار سنا از قیمت بازار آزاد بیشتره. دیگه واقعا این جالب و خنده دار هستش. و حالا بذارید یه نگاهی هم به دلار بندازیم. البته حالا امروز جمعه که بازار تعطیل بوده، ولی روزای قبل را بتونیم اینجا ببینیم به چه صورتی دلار جلو رفته. بله ببینید الان دلار روز گذشته به کانال 26 تومن هم رسیده، 26800. نه قیمت دلار 26800 در بازار آزاد. البته یه حدود 2300 تومن نسبت به روز قبلترش، یعنی روز چهارشنبه قیمتش اومده پایین تر، ولی همچنان دوستان قیمت بازار آزاد دلار از قیمت
سنا، آهان ببینید 29 تومن الان دارن سنا رو میفروشن، 24 میخره 29 داره میفروشه. این اصلا بسیار چیز عجیب و جالبی هستش که قیمت سنا اینقدر بالا هست. این قضیه برای پتروشیمی ها مشکل ایجاد کرده. اینجا میگه که خریداران موندن چیکار کنند، یعنی که ببینید خریدار به خودش این فکر رو میکنه الان بیاد محصول رو بخره، الان با قیمت صنایع 29 تومانی داره باش حساب میشه، در حالی که دلار تو بازار آزاد 27 تومنه، 2 تومن ارزونتر از صنایع. خب 4 روز دیگه اومدیم ما صنا شد 25 تومن. خب چه اتفاقی میفته اینجا؟ در همون ابتدای کار خریدار در هر دلار 3000 تومان ضرر کرده توی همین محصول. به خاطر همین الان این محصولات صادراتی تو بورس کالا با این مشکل و چالش مواجه شدند که اینجا میبینیم همینو دقیقا میگه وی. گفت با توجه به افزایش قیمت‌های پایه مواد پتروشیمی در هفته جاری با اهرم افزایشی بهای نیمای ارز اعلام شد و روند افزایشی داشت. بله و خب بس دیدید که بالاخره دولت چه تصمیم میگیره تا این بحران از پتروشیمی ها هم دور کنه. خبر بعدی آقای قالیباف اصل یه نشست داشتن چهارشنبه ساعت 21 در شورای عالی بورس. بذارید با این قیمت طلا رو هم یک بار دیگه یه رفرش هم بزنیم، شاید امروز باز یه تغییراتی هم داشته باشه، ببینیم که این بار چه خوابی دیدن برای ما. تو همین بحث خبر قبلی بود داشتیم میخوندیم که با آزمون خطا پیش میرند، دو تا تصمیم دوره گرفتن دوستان، به به دو تا تصمیم آزمون خطایی برامون گرفتن در یه نشست میکنن. اینا حتما انگار باید تو نشست یه مصوبه‌ای داشته باشن و این همه مصوبه دارن، من چرا نمیدونم نتیجه نمیگیره. یکی از مصوبات شورای عالی بورس بحث عدالت ترمیمی بود. عدالت ترمیمی، حالا نمیدونم ما از بحث عدالت اجتماعی و عدالت اسلامی و عدالت چه میدونم هر نوع عدالتی الان رسیدیم به عدالت ترمیمی که بر اساس اون مقرر شد از طریق سازوکارهای جبرانی برخی تخلفات جزئی داخل بازار سرمایه رسیدگی و موارد به قوه قضاییه ارجاع شود. ببینید دوستان تخلفات جزئی را قراره بررسی بکنن، تخلفات کلی اصلا قرار نیست، تخلفات بزرگ اصلا قرار نیست بررسی بشه بره قوه قضاییه، کوچولو جزئی ها باستی بررسی بشه و بره جلو. موضوع بعدی هم بحث افزایش سرمایه از محل سلب حق تقدم بود. حالا یه دستور جدید یک دادن و ببینیم در آینده چه اتفاقاتی برای این دو مصوبه جدیدشون میفته. بازار افتها را جبران میکند. سخنگوی شورای عالی بورس که خب همین آقای رئیس هم هستن گفته که گزارش های 6 ماهه شرکت ها شرایط خیلی خوبی را نشون میده و نشون میده که بازار میتونه اینها را جبران بکنه و جلو بره. این هم حالا حرفیه که آقای قالیباف اصل دادن. ارز اولیه ها رو میبینیم که در هفته گذشته و کلن چجوری بود وضعیتشون. هفته گذشته برای ارز اولیه های شسدفش، قگیلا و لپاس، رافزا و گدنا افزایشی بود، همونجوری که کلن از اول تا حالا سود و زیان نداشتن و همش سود بوده، افزایشی بوده. فقط هفته گذشته شاروم یه لحظه صفحه خریدش فرو ریخت و در کل در برایند هفته گذشتهش منفی بوده، البته مجدداً صفحه خرید شد. کیمیا پیشنهاد افزایش سرمایه داده و ارسام خدمتتون به تصویب هیئت مدیره شلتر استیلا ناظر و بورس هم باید این پیشنهاد را تصویب بکنن. سازمان بورس مدافع حقوق سهامداران است. خیلی خب ما فکر کردیم جهاد کشاورزی مدافع حقوق سهامدارانه، تازه فهمیدیم بورس مدافع حقوق سهامدارانه. و اینا مدیر محسن خدابخش مدیر نظارت بر بورس گفته که در پاسخ به علت بستش بودن طولانی برخی نمادها گفته باز و بست شدن نمادها بر اساس ضوابط انجام می شود و به رغم الزام ارائه قرارداد بازارگردانی برخی نمادها هنوز اقدامات لازم را انجام ندادن. آها
علت اینکه باز نشدن هم پس متوجه شدیم. اینایی که دوستان باز میشن به خاطر اینکه بهشون گفتم بازارگردان باید بگیرید، اینا هنوز بازارگردان نگرفتن، به خاطر همین شستا اینا بستن. ضمن اشاره به توقف نمای شستا گفت در توقف و بازگشایی هیچ نمادی زینف نیست. این نماد نیز نیازمند بازارگردان قوی است و به محض انجام قرارداد بازارگردانی باز میشه. و خب بعد اومده گفته که آقا سازمان بورس مدافع حقوق سهامداران است و حرف مهمش اینه تزریقه. چون این ببینید دوستان اگر این بیاد، این پول بیاد، را میفته بورس. مثلا ما دنبال اینیم. این چند وقته هر کسی هم با من تماس گرفته از دوستانی که حالا مشترکینی برشون سبد گردانی میکنیم و خب حالا خیلی وقتی هستش همه چیز راکده، ما هم راکد موندیم. خیلی ها میخوان جدیدن وارد بورس بشن، سوال میپرسن که کی مناسبه وارد بشیم، اگه میخواین سرمایه گذاری کنین کی این کارو بکنید. جوابتون اینجاست فقط. اگر این تزریق بشه که خب من فکر کنم بشه حتما، مخصوصا الان که بایدن اومد دیگه اینا یه ذره خیالشون راحت شد که میتونن از صندوقهای ارزی هم برداشت داشته باشن، چون بالاخره میره تو بحث فاز مذاکره و برجام برگرده و این حرفا. در هر حال دیگه اون نگرانی را نداره دولت در تزریق این پول و ایشون گفته که این 1% طبق آخرین خبرها چند بار قراره که انجام بشه، یعنی در چند نوبت. فاز نخست میخواد رقمی معادل 2000 میلیارد تومان را بیارن در بورس و خب خیلی میتونه خبر مهم و خوبی باشه این خبر. خب آخرین قیمت سکه هم در بازار 22 آبان البته پنجشنبه حدود 13 میلیون بوده، حبابش هم به 891 هزار تومان رسیده و خب این صفحه رو رفرش کردم و خب قیمت دلار که همونه، قیمت سنا هم که همون هستش. یه سری بزنیم به صرافی والکس و ببینیم که از ارزهای دیجیتال چه خبر. خب تا میاد باز بشه، آها باز شد. بله ارزهای دیجیتال هم 27 تومن قیمت تتر، آخرین قیمتش 27678 تومن، تا حدود 28 تومن هم امروز جمعه رفته. بیت کوین هم دیروز تا حالا خیلی تفاوتی نداشته، 0.08% کاهش قیمت داشته، ولی خب قطعا ریالیش بایستی که بالا باشه که حالا نگاه بکنیم قیمت ریالی بیت کوین رو هم با هم ببینیم. ما زمانی که دوستان شروع کردیم بیت کوین رو گفتن تو این کانال، من یادمه که بودی یه ماه پیش تو این برنامه ها شروع کردم گفتن بیت کوین، هر یه بیت کوین حدود 296 میلیون حدود 300 تومن حالا بگو بود، الان هر بیت کوین به 442 میلیون رسیده. هیچ چیز حدود یک ماه، شاید یک ماه 40 روزه که من دارم هر روز قیمت بیت کوین رو اینجا اعلام میکنم به شما، الان 442 میلیون شده. البته خب قیمت بیت کوین جهانی اون موقع من یادم رو کانال حدودای 12 و اینا بودا، بله اینجا 11700 ما شروع کردیم گفتن، الان ببینی به 16000 رسیده، از 12000 دلار رسیده به 16000 دلار و خب قطعا این قضیه موثر بوده. البته یه برهه زمانی بیت کوین به همین قیمت 420 میلیون رسیده بود، قیمت جهانیش هنوز گرون نشده، ولی دلار در ایران رسید به 32 تومن. حالا فکرش کنی اگه دلار دوباره برسه به مرز 30 تومن، قطعا بیت کوین میره بالای 500 میلیون تومن. اون چیزی هم که ما برآوردمونی هستش اینه که در دولت بایدن بیت کوین و کلا ارزهای دیجیتال بتونن رشد بهتری داشته باشن. حالا نه فقط بیت کوین، ارزهای دیگه هم همینجوری. من دیدم مثلا این داش را یه چیز حدود 10 روز پیش میشد راحت با 1 میلیون 600 خرید کرد، همین قبل انتخابات دقیقاً 1.6700 بود، الان ببینید 2 میلیون 110 هزار تومان هر یه دونه داش شده. خب بقیه ارزهای دیجیتال هم به نوعی حالا ما بررسی نمی‌کنیم، ولی قیمت‌ها داره میره بالا. خب خبر بعدی که تو این هفته داشتیم زمان این پیشگشایش و این حرفا بود که نمیدونم واقعا چه لزومی اصلا، چه نیازی هست به این پیشگشایش. من خودم هنوز متوجه نشدم پیشگشایش اصلا چی هست، چه نیازی به پیشگشایش ما داریم و حالا قرار شده که
از 8:45 دقیقه تا 9 باش. حالا این ابلاغ شده که آقا به جای 8:30 تا 9 15 دقیقش کردن. خیلی علاقمند به پیشگوشایش هستن دوستان سازمان بورس، میگن خوبه. رسیده به تخلفات مقررات بازارگردانی ادامه دارن. آقا یه ما بیشتر نیست این بازارگردان اومدن. ببینید چه چیزی جالب، یه ما اینا رو من ملزم کردم بازارگردان بیاد و فلان این حرفا، و 10 پرونده مربوط به تخلفات بازارگردانی فعلا باز شده. در هفته اخیرم 30 شخص حقوقی از مقررات را نقض کردند و 27 شرکت با محکومیت انضباطی مواجه شدند. در هر حال جالبه تو یه ما نشده 10 تا پرونده باز شده. اصلا انگار ما تو کشورمون همه دنبال این گنگ که یه قانون یه جا بیاد سریع راه دزدیشو از یه جا پیدا بکنن و برن جلو. آقا بذار 2 روز بگذره، 5 روز بگذره، 10 روز بگذره، عزیز من هنوز چی نشده شما پیدا کردی یه ماه 10 تا پرونده باز شد توی اینجا. آخه دیگه نمیدونیم واقعا چی باید بگیم. و خب اینم باز بررسی کرده صفای خرید و فروش سنگین نتیجه تغییر دامنه نوسان. واقعا این درست حرف که میزنه اینجا درسته. مثالشو براتون بزنم، ببینید یه خبر اومد برای بازار طلا، برای اونس جهانی که الان نمودارش هم با هم دیگه چند دقیقه پیش دیدیم. ببینید بر اساس این خبری که اومد، این اونس از اینجا دوستان یک روزه اومد اینجا، یعنی از 1960 دلار اومد به 1860 دلار. یهو 100 دلار خب خیلیه در اونس طلا، 100 دلار تو یک روز کم شدن زیاده. حالا فکرشو بکنید در بورس ایران بود و مثلا قانون این بود که هر روز 5 دلار واسه بیشتر نمیتونه بیاد پایین، یعنی 5 تا 5 تا قانونش فرضاً 5 دلار 5 دلار. 20 روز الان صف فروش ایجاد میشد تا این بخواد این فاصله رو طی کنه. آقا قرار بر اینه که این بیاد پایین و مجدداً هم انجا شروع میکنه میره بالا. در حال این کسی که الان اینو داره میدونه این قضیه رو و خب الان نمیفروشتش، خب میاد پایین. خیلی خب چه لزومی داره که سریعاً بفروشه؟ اینو نگه میداره، این مجدداً میره بالا و بعدن این مشکلاتی که الان میبینیم توی صف فروش قفل شدنها از بین میره. الان نزدیک 220 تا سهم ما هر روز داریم بررسی میکنیم که اینا همشون قفلن و هیچ تکونی هم نمیخورن. این همش ناشی از این قضیه هست که اینطوریه. در هر حال دوستان عزیز، امیدوارم هفته خوبی را پیش رو داشته باشین. تا برنامه آینده همه شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار.